بسم الله الرحمن الرحیم. فعلا ما در پرورشگاه استاد خلیلی هستیم در ساحه خواجه بغرای خیرخانه. ما شش باب تشناب سیار که آماده کرده بودیم امروز اینجا آوردیم بر مهاجرین. اینا مهاجرین اکثریتش که خانواده های هستن که از ساحه پارک شهر نو انتقال پیدا کردن در اینجا و هر لحظه و هر ساعت هم به تعداد از اینا افزوده میشه. قرار معلومات که گرفتیم برای فعلا 120 خانواده اینجا هستن که هم خیمه بر از اینا زده شده و هم خیمه بر از اینا تازه خیمه های دیگه هم ضرورت داره که بر اینا باید اینجا افراز شود و یک تعداد در داخل پرورشگاه جای به جای شده. کمبود تشناب اینجا زیاد احساس میشد. قرار تماسایی که داشتیم امروز جمعه تاریخ 13 اگست که تقریبا حوالی ساعت 2 بعد از ظهر است ما آمدیم و این تشنابا را به اینا با این مسئولین از اینا تسلیم میکنیم. این جانب محمد فرید یک تن از نمایندگانی یک خدمتگاری همین مهاجرین از ولایت کندوز هستیم که ما به خیر و شر زیاد دسترسی میکنیم. چیزایی که برای ضرورت باشه ما میرسانیم. یک چیز قابل یادآوری میدانیم که همین شش باب تشنابی که امروز به اختیار ما مؤسسه محترم نور افغان استرالیا به دسترس ما قرار دادن، ما پیشای پیش جای زیر تنظیم کردیم و لحظات بعد یا در جای خود قرار میگیرن دیگه از طرف تیم تخریکی ما یا جای به جای میشن دیگه ما استفاده خود شروع میکنیم. انشاءالله از این ناحیه که ما سخت مشکلات مواجه بدیم انشاءالله به یاری پروردگار ما از این مشکلات مبرم انشاءالله مرفوع ساخته شدیم و یعنی که خلاص شدیم. مانده باقی مشکلات ها انشاءالله اگر دوستا زنده باشه، مؤسسات اگر زنده باشه، خداوند توفیق بده دیگه به همکاری یک مسلمان دیگه به اینکه الله عزوجل بفرماید که انما المؤمنون اخوتون. امروز این مؤسسه محترمی متذکره آمدن در خدمت ما قرار گرفتن. این شش باب تشناب وسایل چرا برای ما قرار دادن ما اظهار تشکری از مؤسسه ازیا میکنیم، از خود رهبری ام مؤسسه که امروز تشناب را به اختیار ما قرار دادن ما ازیا اظهار تشکری میکنیم. به شهروندانی که از ولایت های شمال افغانستان به خصوص ولایت کندوز به اینجا تشریف آوردن، البته اینا با بسیار مشکلات و مشقات زیاد اینجا آمدن. خانه هاشون به اثر جنگ های داخلی عریق گردیده و تعدادی از بستگانشان شهید زخمی گردیدن. حتی ما شاهدی حال هستم که یکی از فامیلای نزدیک ما پسر 10 سالش شهید شد بعد از اینکه به خاک دفن کرد و سپار مرکز افغانستان کابل گردید و در اینجا آمدن در حالت بسیار سخت در زیر درخت ها و در جای که اصلا جای زندگی اجتماعی چی که زندگی انسان نیست در اونجا زندگی میکند، دچار نبود کلینیک سی خیمه و بعضی مشکلات های دیگه میباشند که برای بیچارگان از طرف دولت مرکزی هیچ توجهی صورت نگرفته. نه تنها از ولایت شمال که از سایر ولایت ها که در اینجا تشریف میارن هیچ برای از اینا کدام نوکومک صورت میگیره. دولت صرف میان عکس های فیسبوکی و تصویر های خود میگیرن و دوباره پس میرن میگه ما با شما وعده های عمیق میتن که ما با شما کمک میکنیم اما هیچ چیز از اینا دستشان جور نمیره بجز از اینکه بیان نمایش و عکس های فیسبوکی بگیرن. و در قسمت از اینکه مهاجرین خیلی مشکلات زیاد دارن، زنای حتی باردار دارن که از نگاه سی باید در جایی که انتقال داده شوند کلینیکای سی باشه به خاطر ولادت تکلیف اولادی اونسایی اطفالشان مریض میشوه و توانی از این ندارن. حتی کسی بودن که از کندوز حرکت کرده کرای موتر نداشته که تا کابل خدا برسانه و ایجا آمدن و بسیار بدبختی هم دولت توجه نکرده. حتی ما شاهد عزیز هستیم بعضی از تجاران و کسب و کاران به خاطر کمک از اونها پرداخته و تشکری میکنیم از بنیاده ها و نیادهای خیریه. ابراز قدردانی و خرسندی میکنیم از مؤسسه نور افغان صاحب که به تعداد 6 تشت تشناب بگیم دیگه در اینجا انتقال داده. 3 تاشم در قسمت طبقه نسوان است، 3 تاشم به ذکور است که خیلی تشکری میکنیم و در آینده هم مساعدت های خود ادامه بدیم. خواستیم تا با چند تن از خانم های که در اینجا هستن بجا شده همو ولایت هستن در اینجا صحبت داشته باشیم اما به علت دلایلی که نزد خودشان موجود بود حاضر به مصاحبه نشدن با ما.